با درود خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های تصویر پارسه. این روزها در فضای مجازی مبحث تازه‌ای شروع شده و عده‌ای با هشتگ میتو استفاده می‌کنند، عکس‌های خودشون رو می‌گذارند، افرادی رو مشخص می‌کنند، معرفی می‌کنند و می‌گویند که با توسط این شخص در گذشته این اتفاق براشون افتاده و از ما به زور آزار جنسی بر ما وارد شده و اعتراض کردند. و یکی از اونها که شروع شد این مسئله محسن نامجو خواننده‌ای بود که درباره‌اش صحبت شد و عده‌ای آمدند در فضای مجازی کلاب هاوس صحبت کردند و بر علیه صحبت کردند. تعدادی افرادی که صحبت کردند چند نفری بودند و بعد از اون محسن نامجو آمد و معذرت خواهی کرد و به نوعی تلویحاً قبول کرد و معذرت خواهی کرد، اما انگار این مسئله باز ادامه داره و تازگی ها دو نفر از بازیگران سینما و تلویزیون ایران آمدند و در فضای مجازی و در صفحات خودشون همین مسئله میتو رو عنوان کردند، گفتند که ما هم مورد اذیت و آزار قرار گرفتیم. دو نفر از کسانی که آمدند و به کمپین میتو پیوستند، هانی توسلی بازیگر مشهور ایرانی است که آمده در صفحه اینستاگرام خودش به انتشار عکس‌های 20 تا 24 سالگی و شعری تلخ با هشتگ میتو استفاده کرده و نوشته عکس‌های 20 سالگی، 21 سالگی، 22 سالگی، 23 سالگی و 24 سالگی. چرا این روزها پرت شدم به 20 سال پیش؟ چرا اینقدر درد دارم در قفسه سینه‌ام؟ میتو، به انگلیسی نوشته میتو من هم. لازم به ذکر که این بازیگر در مورد اینکه آیا آزار جنسی قرار گرفته یا خیر توضیحی نداده و اسمی از فرد و نفر خاصی رو نبرده، اما هشتگ میتو در سالهای گذشته برای افشاگری تجاوز و تعرض جنسی استفاده می شود و بسیاری از قربانیان آن، حالا چه درست هست یا غلط هست، آمدند و به این جنبش پیوستند. این هم تصویر صفحه هانیه توسلی است که دارید میبینید. و یکی از هنرپیشه‌های دیگری که اومده این مسئله میتو رو عنوان کرده شهره قمر هست و اون هم در صفحه اینستاگرام خودش نوشته از بچگی پیش فعال بودم، اینو حتی عزیزترینامم درک نکرده بودند، ولی همه میگفتن بازیگری، شاید بودم شاید نه، دنیا بزرگ بود، جهان و بازیگری خیلی بزرگتر. بزرگتر که شدم فهمیدم یک آرتیستم، دنبال جای واقعیم گشتم و تو این گشتنها بود که روحمو کشتند. حسین فرحبخش به اسم ناجی به هم تجاوز کرد، تجاوزی که آوازش حتی اون سالها به گوش خیلی ها رسید. من سکوت کردم، صبر کردم تا امروز که بزرگان و پیشکسوتان مثل هانیه توسلی ستاره سینما و هنر هم فساد و فریاد زد. اکنون دیگر تنها نیستم، توکلم به خداست و توسلم به امام رضا و زیر پرچم امام حسینم و سلام شهره قمر. این هم یک بازیگری است که خیلی خودش رو جنجالی مطرح کرده و همیشه سعی میکنه به افراد مختلف بد و بیرا بگه. یکی از طرفداران رژیم جمهوری اسلامی هم هست و هانیه توسلی هم اینو نوشته. کسان دیگر هم آمدند و این مسئله رو بزرگ کردند و درباره صحبت میکنند. مسئله تعرض جنسی، آزار جنسی کار بسیار بدی و ناشایسته، تعرض به حقوق دیگران هست و اگر به زور و
با عنف انجام شده باشه قانونن درست نیست، باید برخورد بشه با کسانی که با سوء استفاده از اسمشون رسمشون میان و دختران و زنان معصوم ایرانی رو بهشون تعرض میکنن و تجاوز میکنن، اگر به زور باشه با عنف باشه، و این مسئله قابل پیگیری است. از نظر حقوق بشر هم بسیار بسیار حرکت بدی است. اما اگر تبلیغات باشه، جار جنجال و معروف شدن و محبوب شدن و برای اینکه خودشون رو مطرح کنن اسمشون سر زبون ها باشه، بسیار کار ناپسندی است و بسیار زننده است و باید با اونها هم برخورد بشه. اما در شرایطی که وضعیت کشور ایران در وضعیت بدی قرار داره، کشورمون به تاراج داره میره، چین از یک طرف، کشورهای دیگر از یک طرف، روسیه از یک طرف، امریکا از یک طرف، و مردم هم در بدبختی و منجلاب فساد و ظلم و گرسنگی و بدبختی قرار دارن، این حواشی و این مسائل در این شرایط باید، به نظر من، این مسائل نباید زیاد گنده بشه و از مسئله اصلی تغییر رژیم جمهوری اسلامی است و نه به جمهوری اسلامی است و خیانت ها و رذالت ها و ظلم هایی که داره به مردم ایران میشه، باید روی اون تمرکز کنیم و درباره اون چیز بنویسین مطرح. و به نظرم در این شرایط که این مسائل مطرح میشه، بقیه مسائل رو به حاشیه برده، این درست نیست. نه اینکه این مسئله رد بشه و اون رو قبول نکنیم، نه، گفتم که این مسئله مهم هست، جای خودش داره، و الان در شرایط کنونی که نزدیک انتخابات هست، یک ماه دیگر انتخابات رژیم هست، این مسائل رو مطرح کردن و فضا رو برای طرح این مسئله باشه، ما از مسئله اصلی که نجات ایران، نجات مردم ایران، 80 میلیون مردم ایران مطرح است، باید حواسمون جمع باشه که شاید خود رژیم جمهوری اسلامی این مسائل رو داره دامن میزنه تا از مسئله اصلی مردم دور بشند و جوانان دور بشند و به این مسائل فرعی بپردازند. به هر حال این رو برای اطلاع رسانی گفتم خدمتتون، هدف دیگری نبود. ما باید به مطلب اصلی و حرکت اصلی ایران، یعنی تغییر رژیم جمهوری اسلامی، حرکت کنیم، و اگر رژیم عوض شه این مسائل هم دیگر صورت نمیگیره، چون حاکمیت قانون وقتی باشه دیگر کسی به خودش اجازه نمیده که تعدی کنه به زور، به تجاوز، به آزار جنسی و دیگر خلافهایی که صورت میگیره.